رزمندگان ضربات کاری به نیروهای اسد در منطقه قلمون دمشق وارد آوردند. ده‌ها تن از سرکردگان و شبه نظامیان اسد در سلسله عملیات طوفان صحرا به هلاکت رسیدند. وارو في محيط مطار دمير العسكري في منطقة القلمون الشرقي من تدمير رتل عسكري لقوات النظام أثناء در اطراف فرودگاه الزمیر واقع در شرق منطقه قلمون درگیری های شدیدی بین رزمندگان و نیروهای اسد رخ داد. در جریان این درگیری ها یک گروهان از نیروهای اسد که از این منطقه حفاظت می کردند به طور کامل متلاشی شدند. طبق گزارش فرمانده یکی از گردان های ارتش آزادی به نام جوانان صادق کننده در عملیات طوفان صحرا، طی این درگیری ده ها تن از مزدوران اسد در داخل این فرودگاه نظامی کشته و زخمی شدند که در بین آنها افسران رده بالای اسد و همینطور فرمانده گردان 20 مستقر در فرودگاه به نام جایز الموسا نیز به چشم می‌خورد. رزمندگان ابتدا فرودگاه را زیر آتشباری سنگین قرار دادند و بعد برای تصرف فرودگاه حرکت کردند و خود را به بلندی‌های این منطقه در قلمون رساندند. طی این درگیری‌ها حداقل 40 شبه نظامی حزب شیطان که برای کمک به گردان‌های ریاست جمهوری اسد در آنجا مستقر بودند کشته شدند. اکثر من 14 عنصرا من ملیشی حالش و حرس نظام الجمهوری. على مطار دمير الحربي الله اكبر. برای رزمندگان طوفان صحرا بهترین محل برای عملیات در دل صحرا است، کاری که این رزمندگان در چند روز گذشته انجام دادند و توانستند به تمامی مناطق استراتژیک در این ناحیه صحرایی دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر تمامی مراکز نیروهای اسد را در این نواحی از بین بردند. اولین هدف رزمندگان تسخیر منطقه بعرالجروا بود که از آنجا اولین هواپیمای اسد را در نزدیکی فرودگاه از زمیر ساقط کردند و به انبارهای سلاح در این منطقه دست پیدا کردند. ولی مهمترین دستاورد این عملیات بزرگ قطع جاده بغداد دمشق محسوب می شود که شریان اصلی نیروهای اسد برای پشتیبانی به شمار می آمد، زیرا این جاده تأمین کننده سلاح و سوخت و همینطور محل تردد مزدوران عراقی حامی اسد بود. در عملیات طوفان صحرا، رزمندگان مرکز یک گروهان اسد در ناحیه‌ای به نام استلرا را تحت کنترل خود درآوردند. در انبارهای این گروهان انبوهی سلاح ضد هوایی زمین به هوا برای هدف قرار دادن موشک‌ها و هواپیماهای اسد وجود داشت. اما سومین نکته مهم در این عملیات تسخیر تمامی مناطق نظامی واقع شده بین فرودگاه الزمیر و فرودگاه سین و مرکز تولید مواد شیمیایی در شرق قلمون بود. فعالان و تحلیلگران نظامی در صحنه میگویند از شروع اولین عملیات سلسله نبردهای طوفان صحرا رزمندگان توانستند خسارات جانی و مادی فراوانی را به پیکره نظام اسد وارد کنند. همینطور رزمندگان به تمامی انبارهای تسلیحات سنگین و سبک مراکز نظامی اسد دست پیدا کردند و فرودگاه نظامی از زمیر را که یکی از بزرگترین فرودگاه‌های نظامی در کل سوریه محسوب می‌شود به محاصره درآوردند. و تأتی ضمن الخطط العسكريه التي وضعتها الفصائل المشاركه في العمليه. شهر حلب و بازار مرکزی منطقه الهلوک مورد اصابت 4 بمب بشکه‌ای قرار گرفت که متأسفانه در اثر آن 50 نفر از ساکنان جان خود را از دست دادند و ده ها تن دیگر مجروح شدند. این جنایت در حالی اتفاق افتاد که بر اثر بمباران های هوایی 7 تن دیگر نیز در مناطق دیگر این شهر کشته شدند. انقلابیون شهر حلب نیز برای انتقام این جنایات اسد در حق مردم بیدفاع در تهاجمی به نیروهای او ده ها تن از این مزدورانش را به هلاکت رساندند و 3 تانک آنان را منهدم کردند. البراميل المتفجره تواصل حصد ارواح بمب‌های بشکه‌ای قربانیان زیادی در شهر حلب از ساکنانان گرفت. این بمب‌ها در بازاری در منطقه هولوک در میان مردم پرتاب شد که باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از ساکنین این منطقه و اطراف آن شد. اما جبهه جنگ در این شهر همچنان برافروخته است و رزمندگان 30 تن از نیروهای اسد را در شمال شرقی حلب به هلاکت رساندند.
رزمندگان با تهاجم به مراکز تجمع نیروهای اسد در این نواحی چند انبار سلاح و ادوات نظامی اسد را نیز منهدم کردند. اتاق عملیات رزمندگان اهل شام طی گزارشی اعلام کرد این عملیات به تلافی بمباران مدرسه ابتدایی جالوت در منطقه انصار انجام شد. در این بمباران جنایتکارانه بیش از 30 کودک جان خود را از دست دادند. این عملیات همچنین به تلافی بمباران تأسیسات آب و برق مردم این ناحیه صورت گرفت. بر اساس آخرین گزارش ها همکنون درگیری های شدیدی بین رزمندگان و نیروهای اسد در منطقه امیریه در جریان است. رزمندگان توانستند یک ساختمان محل استقرار نیروهای اسد را که پیشتر محل کودکان یتیم بوده و نزدیک مرکز اطلاعات هوایی در شمال غربی حلب است تصرف کنند. قوات الجيش تقدمت في حي الراموسة وسيطرت على معمل السماد ومستودع الحاويات وقضت على مجموعة مما وصفتهم بالإرهابيين. رزمندگان در ادامه پیشروی خود در استان درعا، تل اشتره و گردان توپخانه را به کنترل خود درآوردند. در استان درعا گردان‌های رزمنده با تسخیر موضع تلشتره و گردان توپخانه به نزدیکی شهرک شیخ صدر رسیدند که یکی از بزرگترین پایگاه‌های اسد در منطقه است. رزمندگان به پیشروی خود به سمت جنوب ادامه داده و بعد از نبردهای شدیدی که دو روز ادامه داشت این مواضع را تسخیر کردند و روستای التیره و مزارع اطراف آن را به کنترل خود درآوردند و به عملیات پاکسازی در اطراف منطقه ادامه دادند. تلاشتر تم تحریر و بعد عده محاولات اقتحام اول شی تم تمهید ناری کثیف الهاونات و رجمات الصواريخ. فیصل قطائنه فرمانده تیپ العمری در درعا میگوید تل اشتره بعد از تلاش‌های زیاد آزاد شد. نبرد با آتشباری سنگین خمپاره و موشک و مسلسل‌های سنگین شروع شد. اول روستای تیره و مزارع اطراف آن آزاد شد و الان این منطقه در دست جوانان است. مزارع المحيطه فيها التي يتمركز فيها الجيش تنجموا الان شباب مرابطون. با رزمندگان به تل اشتره رفتیم و با سختی به این موضع رسیدیم. اهمیت آن به این دلیل است که بزرگترین پایگاه اسد در این منطقه است و در نزدیکی شهر نوح قرار دارد. در شهرک شیخ صدر تعدادی از مواضع اسد قرار دارد. مهمترین آن گردان حمل و نقل و گردان 61 است که زیر آتش رزمندگان قرار گرفته است. ابو فاروق الفاروق میگوید کنترل تل اشتره و 4 نقطه استراتژیک دیگر را به دست گرفتیم و الان در نزدیکی شیخ صعد هستیم. و تنفست البلدات المحيطه هنا الصعداء. شرایط در روستاهای اطراف تل اشتره تغییر کرده است. اگر نیروهای اسد بر آن کنترل داشته باشند روستاهای اطراف آن را محاصره می کنند. اما در حال حاضر این منطقه در کنترل کامل رزمندگان است. کنترل رزمندگان بر تل اشتره باعث می شود روستاهای محاصره شده منطقه یرموک آزاد شده و مواضع نیروهای اسد به محاصره رزمندگان در بیاید. نیروهای اسد در تلاشی مجدد در صدد اشغال یکی از مناطق هومس بودند، اما انقلابیون پیشروی آنها را سد کردند و تعدادی را به هلاکت رساندند. انقلابیون هومس یورش نیروهای اسد برای اشغال محلی جورتشیاه را در هم شکستند و تلفاتی به آنها وارد ساختند. درگیری ها با سلاح های سنگین در جبهه وادی سیاه و بابهود در زیر پوشش آتش سنگین بدون اینکه بتوان به سمت این محله پیشروی کرد از سر گرفته شد. انقلابیون همچنین نقطه گاز 65 در جاده هومس را به کنترل خود درآوردند که در جریان آن حداقل 45 نفر از نیروهای اسد کشته شدند. در محله الزهرا بیش از 80 نفر در جریان انفجار 2 خودروی انفجاری مجروح شدند که خودروی اول در نزدیکی میدان العباسیه رخ داد و خودروی دوم در نزدیکی مواصلات قدیم در همان محله منفجر شد. <تص->
رزمندگان بعد از تسخیر جاده بغداد دمشق و قطع ارتباط و پشتیبانی نیروهای اسد، طرحی را برای هدف قرار دادن تمامی فرودگاه‌های موجود از اطراف دمشق تا شهر حمص در دستور کار قرار دادند تا از بار حملات هوایی شهرها بکاهند و نیروهای دشمن را تضعیف کنند. رزمندگان جبهه‌های جدیدی در حمص و دمشق باز کردند که هدف از آن بستن راه پشتیبانی نیروهای دشمن از مرزهای عراق و هدف قرار دادن فرودگاه‌های نظامی و تسلط بر جاده‌های خاکی در سراسر این مناطق است. اولین قدم برای اجرای این طرح، عملیات طوفان صحرا توسط رزمندگان دمشق مستقر در قلمون بود که با موفقیت به انجام رسید و تیان رزمندگان به تعدادی از مناطق استراتژیک دست پیدا کردند. در قدم بعدی رزمندگان از جبهه حمص شروع به پیشروی به سمت مرزهای عراق کردند و با درهم کوبیدن پایگاه‌های اسد در طول جاده منتهی به عراق خود را به رزمندگانی که از دمشق حرکت کرده بودند رساندند. کنترل رزمندگان بر جاده‌های خاکی اطراف این مناطق آزاد شده باعث به محاصره درآمدن تمامی فرودگاه‌های نظامی شد که از طریق آنها اسد تمام نیروهایش را در دمشق و حمص تغذیه می‌کرد. اولین فرودگاهی که رزمندگان آن را هدف قرار دادند، فرودگاه نظامی سین در اطراف دمشق بود که یکی از مهمترین فرودگاه‌های نظامی در کل سوریه است و از آنجا هواپیماهای سوخو و میگ 29 و میگ 23 پرواز می‌کردند. فرودگاه عزمیر که در مجاورت همین فرودگاه قرار دارد، از وسعت و اهمیت زیادی برای نیروهای اسد برخوردار است. در این فرودگاه علاوه بر میگ 23 و 25 و همینطور هواپیماهای سوخو، یکان هوایی موسوم به شماره 20 اسد نیز مستقر است. این فرودگاه تا مرکز دمشق تنها 42 کیلومتر فاصله دارد. اما در شهر حمص فرودگاه نظامی تیفور که بزرگترین فرودگاه این شهر بعد از فرودگاه شعیرات است قرار دارد. میگ 25 و سوخو 22 و 24 از این فرودگاه به پرواز در می آیند. تمامی مراکزی که نام برده شد اهرم‌هایی در دست نظام اسد در رویارویی با رزمندگان است، اما اتاق عملیات رزمندگان با طراحی کامل شروع به تهاجم به این مراکز کرده است. سقوط تعدادی از این هواپیماها و مورد اصابت قرار گرفتن فرودگاه‌ها طی روزهای گذشته در چارچوب این طرح است.